برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از فنلاند. آقای غفوری، برخی مقام‌های ایرانی مانند عباس عراقچی میگویند که بدون بازگشت کامل آمریکا به برجام مذاکره در کار نیست و برخی مانند علی اکبر صالحی اعلام کردند که پیشرفت حاصل شده. این پیشرفت به چه معناست؟ ببینید، من فکر می‌کنم این اظهارات آقای عراقچی که اصرار کرده بر موضعی که قبلا آقای خامنه‌ای گفته بوده، موضع خامنه‌ای بود که تا آمریکا تمام تحریم ها رو لغو نکنه، تازه ما راستی آزمایش هم نکنیم، هیچ خبری از مذاکره نیست. در ظاهر وزارت خارجه جمهوری اسلامی داره این موضع رو هر دفعه تکرار میکنه، چه آقای عراقچی، چه آقای ظریف و چه دیگران. اما اون چیزی که در عمل داره اتفاق میفته، میبینیم که در همین هفته پیش رو قرار است در وین یک سری صحبت هایی انجام بشه. درسته که گفته شده ایرانی ها و آمریکایی ها روبرو همدیگر رو نمیبینن، اما کارشناس های تحریم و کارشناس های فنی در موارد هسته‌ای قرار از آمریکا بیان وین. یعنی با توجه به اتفاقهایی که داره میفته، میشه اینطور در واقع برآورد کرد یا اینطور پیش بینی کرد که احتمالاً یک روندی خارج از آن چیزی که در اختیار عموم قرار میگیره در حال طی شدن هست، مانند آن چیزی که در اواخر دولت احمدی نژاد دیدیم در عمان شروع شده بود. یعنی به موازات اینکه دولت آقای احمدی نژاد در ماه‌های آخر در ظاهر داشتن یک سری مذاکراتی را انجام میدادن، اما مذاکرات اصلی داشت دور از چشم مردم و رسانه‌ها در عمان انجام میشد. احتمالاً با یه چنین چیزی طرف هستیم، با توجه به اینکه آقای صالحی هم در یک نشست کلاب هاوس گفت که نمیتونه جزئیاتو بگه ولی پیشرفت‌هایی حاصل شده. با چنین موضعی خب طبیعتاً پیشرفتی امکان نمیداشت. من فکر می‌کنم یه سری انعطاف‌پذیری‌هایی رو جمهوری اسلامی احتمالاً به خرج داده که صحبت اصلاً داره میره به جلو و مقام‌های اروپایی هم گفتن روند سختی است ولی در حال به جلو رفتن است. خب اگر ایران بر موضع رسمیش در مورد شرط رفع تحریم‌های آمریکا پیش از اجرای تعهدات برجامی تاکید بکنه، آیا دورنمایی برای حل این مشکل از طریق انعطاف احتمالی ایالات متحده متصور هست؟ من فکر نمی‌کنم. ببین، اولا آقای بایدن دلیلی نداره که، چون قبلا فشارهایی آمده، حالا الان باید از این فشارهایی که در دولت آقای ترامپ بوده به عنوان یک لورج، به عنوان یک اهرم در سیاست، در فشار آوردن به طرف مقابل استفاده بکنه. فکر می‌کنم که تا الان هم داشته همین کارو می‌کرده. اما خارج از اینکه آقای بایدن و دولتش چه قصدی دارن، مسئله اختیارات دولتی است در دولت آمریکا. الان آقای بایدن می‌تونه تحریم‌های هسته‌ای مرتبط با برجام رو برداره، اونهایی که آقای ترامپ دوباره آورده، ولی تمام تحریم‌ها لغوش عملی هم نیست، در حوزه اختیاراتش هم نیست. آقای ترامپ در اواخر دولتش مخصوصا یک سری تحریم‌های موازی انجام داد، تحریم‌های دوبله انجام داد. این تحریم‌ها به این شکل بودن که یک فرد یا یک صنعت یا یک نهاد رو یک بار دیگه تحریم کرد ذیل تحریم‌های قانون، تحریم‌های تروریستی، ذیل قانون تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر. اینها برای لغوشون مجوز کنگره نیاز است، چون در واقع قانون شده، کنگره قانون وضع کرده. دولت برای اینکه این رو لغو کنه باید بگه که چرا خطر تروریسم جمهوری اسلامی برای مثال برطرف شده، باید دلیل بیاره و کنگره رو قانع بکنه. با توجه به روند تحولاتی که ما می‌بینیم، قانع کردن کنگره در این موارد اصلا کار ساده‌ای نیست. برای همین من فکر می‌کنم اگر جمهوری اسلامی بر این موضع خودش پافشاری بکنه که اول باید تمام تحریم‌ها لغو بشه، ما در عمل هیچ قراردادی رو نخواهیم دید. بسیار سپاسگزارم کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید.